سلام همراهان عزیز، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز با آموزش میرزا قاسمی که یه غذای گیلانی هست در خدمتتونم. بریم برای آموزش. برای درست کردن میرزا قاسمی چیزایی که نیاز داریم: گوجه هست به میزان نیم کیلوگرم، بادم جون 1 کیلوگرم، 3 تا 4 عدد تخم مرغ و سیر، که این بوته سیر چون کوچیک بود من یه چند تا دونه دیگه حبه سیرم استفاده کردم. هر چند توی آشپزی به نظر من همه اینا اختیاریه، یعنی ممکنه شما سیر بیشتر دوست داشته باشین، ممکنه کمتر دوست داشته باشین، گوجه همینجور، بادمجون همینجور. ولی خب حالا چون که قراره اینو آموزش بدم، من این مقدارا رو میگم براتون. بادمجون ها کاری که میکنیم این قسمت های سبزش رو جدا میکنم، و بعد یه شکاف قسمت بالا و یه شکاف قسمت پایین میدم روی بادمجون که بتونم به راحتی اینو کبابی کنم. هم روی زغال میتونین اینو کبابی کنین، هم روی گاز. من روی گاز این کار رو انجام میدم، شعله پخش کن روی شعله گاز قرار میدم و بادمجونا روش قرار میدم و حواسم بهشون هست و اینا رو هی جابجا میکنم تا کامل اینا کبابی بشن. گوجه ها رو هم رنده میکنم، سیرا رو هم به شکل حبه حبه در میارم و یه مقدار آب روش میریزم. 15 تا 30 دقیقه میذارم توی آب خیس بخوره که به راحتی بتونم پوستش رو بگیرم و رندشون کنم. بادمجان ها رو میبینید من روی شعله پخش کن قرار دادم و هر چند دقیقه یه بار اینا رو به این شکل میچرخونم تا همه قسمت ها خوب کبابی بشه. برای اینکه به راحتی هم بتونم پوست بادمجان ها رو بگیرم، بعد از اینکه خوب برشته شد روی گاز، توی این ظرف قرارش میدم، در ظرف رو میذارم تا بخار کنم و به راحتی بتونم پوست بادمجان ها رو بگیرم. بادمجونا رو که دیدین به چه راحتی من پوست گرفتم به مربیشی که نشونتون دادم، سیرا رو هم رنده کردم، اینم گوجه ها. الان بادمجونا رو به وسیله گوشکوب له میکنم و بعد بقیه مراحل رو نشونتون میدم. توی تاوی مقدار روغن مخصوص سرخ کردنی رو ریختم، یه مقدار زردچوبه میریزم به همراه این سیرهای رنده شده، تفت میدم همونطور هم که همیشه میگم سیر و زردچوبه سریع میسوزم، پس در یه حدی تفتشون میدم که نسوزم. الان بادمجان ها رو اضافه میکنم و خوب اینا رو با هم دیگه تفت میدم. بعد از اینکه چند دقیقه بادمجان رو با سیر تفت دادم، حالا گوجه ها رو اضافه میکنم که رندشون کردم و باز چند دقیقه اینا رو با هم دیگه تفت میدم. یه نکته که باید اینجا متوجه بشم اینه که اگر رنگ گوجه رو دوست نداشتین، یعنی به نظرتون کم بود، که وقتی که به این بادمجان اضافه میکنید، بعد از اینکه این مقدار تفت دادین میتونین از این مقدار رو به گوجه هم استفاده کنید. این مقدار من اینها رو تفت دادم و من از این رنگ خوشم نمیاد، دلم میخواد پر رنگ تر باشه، قرمزتر باشه، بنابراین میام و این مقدار رو به گوجه فرنگی رو اینجا اضافه میکنم.
تا اینا با هم دیگه مخلوط میشن، یه مقدار نمک میزنم، فلفل قرمز و فلفل سیاه. اینجا میام تخم مرغ رو که با نمک مخلوط کردم و هم زدم رو بهش اضافه میکنم و مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم تا تخم مرغ هم کامل پخته بشه و با این بادمجان و گوجه کامل مخلوط بشه. میتونیم تخم مرغ ها رو هم به صورت خورشیدی درست کنیم، یعنی روی این مواد بادمجان و گوجهتون بشکنیمش و بذاریم تا پخته بشه به صورت خورشیدی در بیاد. هر دو حالت رو میشه که درسته. تخم مرغ که پخته بشه دیگه غذای ما هم آماده است. دوستان اینم آماده شدی میرزا قاسمی هست، یه غذای خوش عطر و خوش طعم از استان گیلان هست که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا یه آموزش جذاب دیگه، خدا نگهدارتون.